اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، نابودی تأسیسات شیمیایی دیکتاتور سوریه یک اقدام ضروری برای پایان فاجعه در سوریه است و باید با اخراج کامل پاسداران و شبه نظامیان مزدورش از سراسر منطقه تکمیل شود. هدف قرار دادن مراکز و تأسیسات تولید و نگهداری سلاح‌های مرگبار شیمیایی دیکتاتور بیرحم سوریه و از کار انداختن ماشین جنگی این رژیم یک اقدام ضروری برای پایان دادن به فاجعه تاریخی سوریه است که 7 سال است بیش از 500,000 کشته در میان کودکان و زنان و مردان بیگناه و بیدفاع به جای گذاشته و نیمی از مردم این کشور را آواره کرده و دامنه آن بسا فراتر از مرزهای این کشور رفته است. این اقدام که خواست مبرم همه مردم و آزادی خواهان سوریه و دیگر کشورهای منطقه است، باید با بیرون انداختن رژیم ضد بشری آخوندی و پاسداران و مزدورانش از سوریه و یمن و عراق و دیگر کشورهای منطقه تکمیل شود. رژیمی که عامل اصلی بقای بشار اسد و منشأ اصلی تروریسم و افرادگری و جنگ افروزی در خاورمیانه و بخش‌های وسیعی از جهان است. سیاست مماشات با فاشیسم دینی حاکم باعث شد که این رژیم بدون پرداخت هیچ قیمتی جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی در داخل و خارج ایران را به نحو بی سابقه ای افزایش دهد. زمان پایان دادن قطعی به مماشات و چشم‌پوشی در مقابل این جنایات که نقض آشکار قوانین و معیارهای شناخته شده بین المللی است فرا رسیده است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 25 فروردین 1397، 14 آوریل 2018. ترزا می نخست وزیر انگلستان اعلام کرد به نیروهای مسلح این کشور اجازه داده که حملات هماهنگی شده ای را به منظور کاستن از توانایی های بشار اسد انجام دهند. ترزا می گفت هیچ جایگزینی برای استفاده از نیروی نظامی علیه رژیم سوریه وجود ندارد. رئیس جمهور آمریکا گفت اقدامات ادامه داری علیه رژیم سوریه تا زمانی که استفاده از تسلیحات شیمیایی را متوقف کند جریان خواهد داشت. رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را هرگز تحمل نمی کنیم. امانوئل ماکرون گفت فرمان شرکت در حملات علیه رژیم سوریه همراه با آمریکا و انگلستان را صادر کردم.